What's up guys? السلام علیکم دوستای نازنین، امیدوار هستم که خوب جور ساعت من باشین هر جایی که هستین. صبح شما بخیر باشه. اینجا خوب بسیار صبح وقت است، ساعت تقریبا 6 صبح هست و ما دیگه بیدار شدیم. همطوری که در پشت سر میبینین دیگه وسایل ها را جمع کردیم، میریم به طرف کجا؟ یک جای دیگه. بخاطر یک دوستا آلردی در عنوان خواندن که ما کجا میریم. عازم کشور نروژ هستیم، در پایتخت شهر زیبای اسلو. یک مسافرت کاری است، مسافرت 3 روزه است. جمعه شنبه یک شنبه اونجا خواد بودیم، امروز جمعه است. برنامه کاری من از امروز ساعت 1:30 شروع میشه و میرخم 2 روز آینده هم ادامه خواد داشت که از طرف شرکت هربولایف است. دیگه ما خانوادگی میریم و یک آموزش است، درس است که اونجا میریم. عمر جانم که در رخصتی های تابستانی هست، اولادم که رخصت هستن، چه خوب است که گفتیم همگی با هم بریم که خوش بگذره و در این مسافرت خواستیم که شما عزیزای دل هم با خود ببریم. دوستان عزیز فالو کنید در آخر فلوگ. دقیقاً. دیده میشن شهر نروژ. دقیقاً نروژ رو بریم ببینیم که چطور هست یا نه. و مسافرت ما با موتر خود بود. بسته نکو یک دقیقه. چیزایی را که ما گرفتیم دیگه، اینجا لباس به اندازه کافی گرفتیم، به اندازه 3 روز. کمی خوراکی گرفتم که میخوایم در آب بخریم، یک صبحانه مزه‌دار تیار کنیم بخوریم. و کمی ظرف گرفتم دیگه، چیزی نگرفتیم دیگه. میریم همراه شما دوستای عزیز یک جای بخیر. لیتس گو آقا. من و من گرفتم، من گرفتم دیک من تو. لا 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 همطوری که میدونین کشور سویدن و اسلو را میتونین در نقشه چک کنین که بسیار کشور دراز است، در شمال اروپا موقعیت داره و اینجا مرزش است. از جایی که ما در سویدن زندگی میکنیم تا این قسمت، تا شهر اسلو را تقریبا 4 ساعت راه با موتر بود، 400 درایف کردن که در مرزم کسی ما را نه استاپ کرد، نه سوال جوابی کرد، نه هیچ گپ. هم تو تیر شدیم مستقیما و بعد از دیگه خاک نروژ شروع میشه و قرار است که 1 ساعت دیگه درایف کنیم تا به هتل ما، تا همون جایی که برنامه برگزار میشه برسیم. و بعد از او خواستیم که یک جای نزدیک هتل بشینیم و صبحانه بخوریم، چون من استرس داشتم که ناوقت برسم. اما خدا را شکر که در وقت مناسب رسیدیم و از طبیعتی که در راه بود واقعا لذت بردیم. بسیار سرک مقبول و بسیار سرسبز. حتما بیاین و خوش بگذرانید. آخ آخ آخ. بله دوستای عزیز، بالاخره رسیدیم. امیال در پیش روی هتل ما هستیم، اما قبل از ساعت 15 یا 3 بعد از ظهر حق نداریم که داخل بریم، یعنی چکینش ساعت 15 است. دیگه اینجا یک چاکو یک از 6 تیم، ساعت 1:30 بجه من باید برم در جلسه. فعلا 12:30 است، 1 ساعت وقت دارم. در این 1 ساعت گفتیم که اینجا بشینیم یک ذره خوراکی بخوریم، به خاطر که چای صبح نخوردیم، صبح وقت حرکت کردیم. در آن یکی 2 دفعه وقفه گرفتیم، اما اونقدر وقفه نگرفتیم دیگه، یک ذره درایف کردیم که زود برسیم. دیگه یک کمی خوراکی میخوریم قد اولادا، خستگی بگیریم. هوا خوبه. سرمیزی یادم رفته که بیارم. این گفار لایتر داری؟ لایتر دارم، خودش روشن میشه قد بدون لایتم، او رو نمیگم. بسم الله. داخل ازی هم که دیگه کافه و چای و همه چیز دارم. معلوم نیست اگه من رو میبینین نمیبینین. من که شما رو نمیبینم.
خدا کنه که چای تیره نشده باشه. والا یک ذره تیره شده. چای ایم که اجاقی هسته که میتونی روشنش کنی در بیرون. این رو بلد نیستم روشن کنم. این نشد. خب دوستای عزیز، متاسفانه که این اجاق لعنتی را که من جور کده نتونستم، کمی سبزی آوردیم، کمی نان، یک دانه گورکه، چای است داخلش، یک ذره آناناس است، یک ذره پنیر، یک لقمه نان میخوریم. بخوریم یک لقمه نان. مربا آورده، مربا میخوریم قد نان؟ مربا آوردم، عسل آوردم. به به خانه فلیتا کردن کیک اصرارا. ما اگه فلیتا نکده باشم که اینال گوش نمیمانی. فلاغر نیو فلاغر نیو برن نیو تکنه فروه هر کامره ایس ورکی. از ننه بابیش یاد میگیره دیگه. یاسه گوشی رو ایلاکو بیشی یک لقمه بخوری که من اینال میرم. کیک میخوای دخترم؟ آره. What is the plate then? Plate you want? Yeah. Very good. بخوای اصلا. Very good. اصلا دیگه اون بوتون خیلی. دیدین در قاشق؟ قاشق. نه. نه قزبان کن، نه قد قاشق. نه نه نه، دسر نان بده. بخورین یک لقمه نان. بابا
میکروفونش خاموشه. روشنه. دادم کس. دادی میک هف آم بف. اگه آوری. شکر آورده مگه میخوری؟ یا بس لیتل شکر میخوری. Where is the other hotel you go? Somewhere around. Me and my lad will go. We're like a few minutes now. Khuda khabar Oslo. Dad. I need water. You need a water? What are your statistics? Huh? Don't afraid from the blues, Asra. They come in here, they want to make you salam alaikum. هاوست تو کجای یاسه؟ تک اب بابا تک اب یاسه هاوست تو کجای؟ به خاطر این هاوست طرف گوشی بود بخوا دیگه I think I'll eat with my hand. Okay. Fish big before don't I just me off the balls. Mama, look, the entrance don't got. Give a little aunt here, the auntess. No. Mm. Are you hungry? Bukha, Asra, bukha. Thank you, Lokma. Let me invite a guy homeless in Norwegian. The Swedish and Norwegian, did you know they are different, Masuma? Mm. They are same people. They come beside you. No, they're so good yet to go. That's a homeless person? No, the bird went to us at Khobus. Let me cast the roof at Khobus. I'm not from Khobus, I know. I'm not from Khobus. یک لقمه نان خوردیم جای شما خالی دیگه برگشتم به طرف همی جایی که ایونت هسته همی کلان که نوشته که در هربولایف داخل همی هتل هسته که هتل به نام کلاریون هسته در میدان هوایی اسلو موقع داره هتل ما هم اینجا موقع داره دیگه داخل میرم که در برنامه اشتراک کنم ساعت تقریبا 1:15 1:20 همینطور هسته تا ساعت 5:15 امشب دوام خواهد کرد دیگه اینال که داخل رفتیم جمعیت میبینین که از چه کشورهای مردم آمدن اینجا من این هتل 3 ماه پیش بوک کرده بودم به خاطر از این که همو زمانیم که من تا خواستم بوک کنم وقت این هتل های دور اطرافش فول بوک شده بود در این تاریخ ها مردم ها از کشورهای نروژ و شهرهای مختلف نروژ و فنلند و سویدن اشتراک کرده بودن
اینکه ما در یک کلاریان هتل دیگه اتاق پیدا نکردیم، در هتل پالیش باز گرفتیم که او یک کمی دورتر است. دیگه ای هم داخلش هست، میبینید که جمعیت زیاد است، برنامه دیگه کم کم شروع میشه. این جمع باید حتما خودت راجستر کنی و تیکت باید بخری پیش از پیش، که ما همه چیز ما را قبلا انجام داده بودیم، تیکت خریده بودیم، هتل رزرو کرده بودیم و آماده همه چیز بودیم. البته که شاید یک پارتی هم هست و سلف نانشا، اما به خاطر از اینکه ما غذاهایشان را دوست نداریم خورده نمیتونیم و اینکه اولادایم هستم رایم دیگه در پارتی ما اشتراک نمیکنیم. اینجا هم صف هسته که نوبتم بیایه خودم را راجستر کنم و برم داخل. هر کسی که بره داخل برش یک کمی خوراکی هم میتونه که اگه گشنه شدن اونجا بخورن. این هم همکارا هستن که از کشورهای مختلف اشتراک کردن، بسیار شاد و پر انرژی. همینطور که میبینین آماده شروع شدن برنامه هستن و هر کسی که با هربولایف باشه همین رقم جوان و زیبا و اندامی و همینطور شاد و پر انرژی میباشه. اینجا هم کسایی که چندین سال است با هربولایف کار میکنن و محصولاتش رو استفاده میکنن میاین تجربیاتشان رو به دیگران میگن. مثلا این زن و شوهر، خانومش 18 سال و شوهرش 10 سال است که با هربولایف هست، هم کار میکنن هم محصولاتشان رو استفاده میکنن و فعلا در این مقام در شرکت رسیدن و اینجا مردم ها آمدن ازشان امضایشان رو طلب میکنن. دیگه این تیمایی که این چوکیایی که در پیش روی شیشتن اینا کلشان تیمای تاپ هستن که اینا افتخار میتن و هر چند وقتی یک دفعه یک ایونت میمونن و تجربیاتشون و کسایی که نو شروع کردن مثل ما شریک میکنن که چه قسم راه موفقیت پیش برن، که البته ای زبان ای ایونت و زبان انگلیسی بود. خیلی خوب بود که همه را من متوجه شدم، هرچند که زبان انگلیسی و سوئدی زبان دوم ما هسته، اما بازم خوب بود تانستیم که خیلی چیزایش را متوجه شدیم. و اینجا دقیق برتون زوم کردیم ببینین که اینا چند سال هسته که کار میکنن و فعلا در تیم میلیونر رسیدن و گیت. خب دوستان، یک و نیم ساعت از ایونت ما گذشته، دیگه 20 دقیقه وقفه داریم و ساعتم دقیقا 3 شده، از یک و نیم تا دو تا 3. دیگه از او خاطر 3 بجه باید بریم هتل چکین کنیم که نه این فهم عمر چرا نرفته، چرا باز نمیشه. آها او طرف هسته، ببخشید دروازه رو گم کردم. برم که اونا رو کمک کنم برن داخل اتاقشان که 10 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه برنامه پس شروع میشه و از او خاطر باید پس بیایم. دیگه همینطور دیگه عزیزای دل برنامه رو ادامه بدین. اون آقای شوی هم بیچاره آمد. Hello guys. Hello guys. Omar, why you don't go inside? No, I already understand. They will ask you the person who bought the Hofet Bishun. It was you. خواهش میدادی امون کد نمبره که میدادی نمبره که بوکنینگه. I send you the picture in the WhatsApp. WhatsApp? Yeah, I have to run back in 5 minutes. We was waiting. Mommy, Okay, baby. Okay, baby. I miss you, Asra Guli. Yasmin Guli, I miss you guys. عیزای دل دیگه میتینگ خلاص شد، ایونت خلاص شد، بخیر آمدم. فعلا در پیشروی هتل شیشتیم. عمر رو زنگ دادم گفتم بیا پایین که وسایل رو از پشت موتر با هم دیگه ببریم بالا. عمر این همراه اولاد دو ساعت پیش داخل اتاق رفتن استراحت کردن. ای هم که میبینین در پیش هتل نو میاین، اینا هم همکارا هستن که آمدن در اینجا بک کردن به خاطر که هتل های اطراف دیگه کاملا فول بکت شده، دیگه جا نبود. دیگه هتل ما تقریبا 1 کیلومتر دورتر است از اونجا و ای هم دیگه فول بکه شده، پر شده. دیگه با وجودی که دیشبش هیجانی بودم، دیر خواب رفتم و صبحم زود بیدار شدم، اما هنوزم سر حال و با انرژی هستم. دیگه چی حال است اینجا؟ یاسمی عجن
هیرانور در اتاقش هست، خسته است، خواه کده. باز فردا میریم ببینیمشان. اوکی؟ اگه پسان مادر پدرش وارا برد رستورانت مکدونالد، باز من شما رو میبرم. اوکی؟ عصر جان؟ عصر گوگولی؟ های جان؟ آی که بیبی. یا Let's go, guys. Don't forget that. بور دیگه مسخره بازی در نیا. بابیت کو. Drink all this. Should buy drinkers? Dad, buy two. Not now. One for Yolanda. الله الله دوام قوي معقوله داخلش يعني خوبه دیگه اینها پول دادم آخره معقول نیست 5000 عجله کو که افتاد کرکت ما یا We go here. Yeah, okay, let's go. Show me which one is our room, Asrogoli. No, see this one. This one is ours. 108. Did they choose one? Is there not in there? No, they are in the other hotel. بیا این اصلا گولی کفشار رو لوش کنین چپلقه رو نه نه یعنی چی؟ الله 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 Yeah, it's your salmoria. Are they? No. Yes, I'm here. Oh, in your corner, a corner, a gallery, a gallery, a gallery. Yeah, it's a shy cocker, a little cafe. Cafe and coffee, who the massa, who the shan, 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 who the shan
مامان نه یخچال نداره مامان آجون انا I will sleep here and you will sleep here. خب عزیزای دل تشکری میکنم که تا این لحظه ویدیو ما رو دنبال کردین. دیگه ساعت تقریبا 8 شب با وقت اسلو هست. دیگه ما آمدیم داخل هتل. البته ما دیرتر آمدم، دیگر زودتر آمدن. وقفه گرفتیم یکی دو ساعت که کمی ریفرش شویم چون صبح وقتم بیدار شده بودیم. دیگه خستگیم رفته. دیگه گفتم که ولاگ خدا این ولاگ خدافیزیش هم کنم که بسته شد، باز تقدیم شما کنم عزیزای دل. از او خاطر در پایان این ویدیو میخواییم بگویم که دلیل اصلی این سفر به خاطر از این که ما بتونیم مشتری های ما را، هموطن های ما را، دوست های ما را بیشتر کمک کنیم. سطح دانش خود ما را باید اول ارتقا بدیم، بعد از اون میتونیم دیگرها را کمک کنیم. ای ایونت هم یا ای اوت بیلدینگ از طرف خود هربولایف هست بر 3 روز که یکی از کسایی که قرار بود یکی از سخنرانان که امروز سخنرانی کنه و فردا و پس فردا که امروز سخنرانی کرد، کسی هست که با بنیانگذار هربولایف که 43 سال پیش که شرکت جور شده، یکی از کسایی هست که با بنیانگذارش که فعلا خدا رحمتش کنه از دنیا رفته، با او شروع کرده و فعلا 40% الا 42% هربولایف برمیگرده به این شخص که نامش جان تارتل هسته. دیگه سخنرانی از او بود و کل این برنامه به زبان انگلیسی بود، همونطوری که در جریان برنامه همین ولاگ دیدین من کم کم فیلم گذاشته بودم که همه کسایی که اینجا اشتراک کرده بودن 99%ش خارجی ها بودن، یعنی خود سویدنی ها و
نروژیا و فنلاندیا بودن. مهاجر بسیار تک و توک داخلش بود که از اون نفرها یکیش من بودم و اونجا هر کس بیرقای کشور خودش را بالا میکرد، فقط جای بیرق ما خالی بود. انشالله که یک روزی با حمایت های شما ای آرزو را دارم که بتونم در بین خارجی ها بیرق کشور خود ما را بالا کنیم و او روز مطمئنم که دور نیست. من اونجا خیلی احساساتی شدم، من گریان گرفت، اما خودم را کنترل کردم و قسم یاد کردم که حتما یک روزی در اونجا من میرسم با کمک های شما. و ای که هر عزیزی که اگر میخواه که با این شرکت معتبر کار کنه، همکار ما شوه و بخواه که به درآمد خانوادش افزایش بده، یک درآمدی داشته باشه، میتونه که با ما تماس بگیره، من کمکش کنم، راهنماییش کنم، هر آن چیزی که خودم بلد است من اطلاعاتش و معلوماتش در اختیارش میمونم. باز تصمیم با خودش که شروع میکنه یا نمیکنه، اما من 100% پیشنهاد میکنم. من خودم شخصا آرزوی می بود که در یک کشور خارجی به خاطر مهاجرت میکنم که آینده بهتر داشته باشم و اولادایم آینده بهتر داشته باشه، یک جای خوب کار کنم، استقلال مالی داشته باشم، استقلال تایمی داشته باشم که هر وقت دلم بخواد مسافرت رفته بتونم، هر وقت دلم بخواد به کار بگویم نه، هر وقت دلم بخواد استاپش کنم، هر وقتی بخوایم شروع کنم و تشویش پیسه را نداشته باشم، اکاونتم پیسه داشته باشه. این تو یک کار دوست داشتم که هر چه تلاش بیشتر کنم پیسه بیشتر باشه، اگه تلاش کمتر باشه پیسه کمتر باشه. خدا را شکر که این فرصت برای من مهیا شده و من این فرصت بخیلی نمیکنم. به شما هم یاد میتم، در موردش قبلا ویدیو هم درست کردیم، توضیح دادیم که اونجا چطور میشه از این شرکت درآمدزایی کرد. بیکار تنها درآمدزایی کردن نیست، شما روزانه چقدر انسان ها را کمک میکنین که در زندگیشون یک تغییر مثبت بیایه. من امروز دعای خیلی کسا را در پشت خود دارم، چون اونا را کمک کردم از شر اضافه وزنشان نجات پیدا کردن، به وزن ایدئالشان یا نزدیک هستن یا رسیدن. چقدر سرحالتر از قبل شدن، چقدر سبکتر از قبل شدن. او دعاهای خیرش هم من میفهمم و بچه های گروه میفهمن. و ای که اگه خودت هم میخوای شروع کنی، اگه حتی اگه کارم نمیخوای کنی، از محصولات خوبش استفاده کنی، یک صبحانه خوب بخوری که ویتامینا به بدنت برسه، یک چای بخوری که من هر جا برم چایم همراه مثلا، یک چای بخوری که استرس تشویشا از جانت گم شوه، میتونی که از این محصولات خوب استفاده کنی. پشت این محصولات بیشتر از 300 دانشمند تغذیه، متخصصین تغذیه پشتش هستن. ما مطمئن هستیم که اینا محصولات خوبی هستن، تضمین شده هست، گارانتی شده هست، تست شده هست، میتونین که شما هم استفاده کنین. و از این 300 تا متخصصین تغذیه، بالاتر از 50 تایشان فقط PhD یا دکترای تغذیه را دارن و یکی از نوتریشن یا تغذیه نمبر یک در جهان هست هربولایف. واقعا هر کسی که ازش استفاده کرده رضایت خودش را داشته و با این شرکت هم همونطوری گفتم میشه درآمدزایی کرد. حالا اگه دوست داشتین بیشتر بدونین، برنامه های قبلی من سعی کنین یا ای که به واتساپ کاری من تماس بگیرین، دوشنبه تا جمعه حتما من جوابگو میباشم. اولادا دیگه به شدت خسته شدن، دیگه استراحت میکنیم. فقط جمله آخر یادم رفت بگویم، این هست که در کشور خارجی اگه بخوای که کار کنی، در جای خوب برسی، مخصوصا با خارجی ها، غیر از ای کار دیگه در هیچ جای شما نمیتونین که هم سطح یک خارجی کار کنه، یا مدرک کار داره، یا زبان کار داره، یا خیلی چیزای دیگه، کراوای دیگه کار داره. اما این یگانه کاری هست که شما هم سطح یک خارجی در داخل کشورش میتونید در اون سطح و سویش برسی و کار کنی و افتخار آفرینی کنی و دیگرها را کمک کنی. یکی از بهترین شغلایی است که پیشنهاد میکنم، مخصوصا به مادرها، مخصوصا کسایی که مثل من طفل خرد دارن در خانه هستن. دیگه آخرای شب است، خسته شدیم، دیگه خواب میکنیم بخیر. اولادا خسته است، دختر کلانم که خواب کرده، فقط عصرا بیداره، منتظرم که هم خوابش بیایه که مام بخیر خواب کنیم. بیرونم افتاد باران، کسه یک باران خیلی شدید شد، درام خیلی شدید شد. ما درام ایران بگیم، باز خدافیزی میگم که ما دو نفره درایف کردیم. وقتی که من رانندگی میکردم باران بسیار تیز میشد، به حدی که من اصلا پیش روی خود دیده نمیتونستم. اما وقتی که من رانندگی میکرد تو چوپی میشد، بگویی که اصلا باران نباریده دیگه. و تمامی اینا را مدیون همسر خوبم هستم که اگر حمایتاش نباشه من قطعا نمیتونم که در این سیمینارها، در این ایونت ها شرکت کنم، به خاطر ارتقای کارم.
ممنونش هستم که همیشه همراهم بوده و هست و همیشه در هر حالت حمایت میکنه. امیدوار هستم که شورای شما عزیزای دلم شما را حمایت کنه در قسمت کاهش وزنتان، در قسمت استفاده از محصولات، در قسمت شروع کار. حتما میتونین. مهمتر از همه اول حمایت همسر است. همسر جان خدافیزی کنیم. خواه دوستان عزیز، من و اولادم خستگی هایم بیرون آورد، بیرون به خدا. الان باران شروع شد و نرویج نه باران این نفسی 20 year باران like this. اگر ببینین همینجا شعا بیرون آفتابیه، من چون این باران از کجا می آیم؟ شاید صدایش هم بشنوین. آسمان باریک شد. آسمان باریش سراخ شد. سراخ شد. در مورد هتل نظر چی هستم؟ خیلی خوبه، عالیه. خوبه؟ خوبه. این هتل نامش رادیسون است، پارک این رادیسون، دقیقا در میدان هوایی اسلو موقعیتش است. نظر به هتل قبلی که شاخه همی هتل هست در مالمو، وقتی ما میخواستیم طرف آلمان بریم، وقتی که ما کرایه گرفتیم اون هتل، بسیار هتلش اتاقش خیلی کلانتر و لوکستر با امکانات بالاتر بود. داخلش یخچال داشت، اتو داشت، نوشیدنی های مختلف داشت، میز کار داشت، خیلی کلان بود، بسیار توالت کلان داشت، وان داشت. من دو فکر دیگه، یکی از لباس های خود آوردم، گفتم حتما این هم رادیسون است دیگه، اتو داره، بازم اونجا اتو کنیم که سوابو بوشم. اما اینجا آمدیم، این اتاق خیلی کوچولو، خیلی خورد، دیگه اتو هم نداشت، یخچال هم نداره، طبقه یکم است. نظر ده او که مقایسه میکنم این اتاق قدر خوبش نیست. به هر صورت دیگه فقط 4 تا تخت داره که همینجا دو سه روزی که هستیم همینجا تشریف داریم. صبح بخیر بازیگان رستوران افغانی میریم بخیر. اگر آدرس خوبی را میفهمین ده اسلو بر ما پیشنهاد کنین که یک رستوران خوب بریم یک غذا نوشیجان کنیم. امروز که خیلی خسته بودیم نشد که بریم، اما صبح بخیر تصمیم داریم که بعد از ایونت امرای اولادا و عمر جان بریم بخیر نان بخوریم که از اونجا ولاگ میگیریم. دیگه تشکر بسیار زیاد عزیزای دل از اینکه ما را همراهی میکنین. رخصتی های خوش داشته باشین. و دوستان عزیز کلید لایک و سابسکرایب فراموش نکنین. بریم پرتیم خدا آقای شوی. خداحافظ دوستای عزیز، شب بخیر.